بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. فرارسیدن سال روز شهادت امام هادی رو خدمت همه شما تسلیت میگم. یه سلام ویژه و مخصوص هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما که تکرار این برنامه رو میبرن و همینطور بیننده های شبکه جهانی جام جم. افتخار داریم که امروز هم به رسم سه‌شنبه هامون خدمت شما باشیم و خدمت آقای قرائتی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. امروز تسلیت میگم به شما. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم آقای قرائتی. امروز مزین شده به نام امام هادی علیه السلام و من و همه بیننده های خوبمون قطعا مشتاقیم که از امام هادی بشنویم در تلیعه بحث امروزم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی هم تقدیم الهدا و الهم التقوا. هر که حرفا منو میشنوه از همون جایی که نشسته یه سلام به حضرت هادی بکنه همراه من. السلام علیک یا علی ابن محمد الهادی. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. یک سلام یک زیارته. این سلام کردن کار خداست. مثلا خدا سلام میکنه، سلام علی موسی و هارون آیه قرآن، خدا سلام سلام علی ابراهیم تو قرآن آیه است. بله. سلام علی نوح فی العالمین. کار سلام کار 46 تا آیه راجع به سلام داره و من به قوای مسلح گفتم اگر شما ادب میدید بدید، اما سلام فراموش نکنه. اینطور نباشه که ما بریم یک مراسم بین المللی رو بگیریم 46 تا آیه قرآن ما زیر پا بره. سلام بگه میزنم. خب تو نماز ما سلامه، پیغمبر ما سلام میکنن، فرشته ها به هم سلام میکنن، الا قیلن سلامن سلاما، فرشته ها به بهشتی ها سلام میکنن، سلام علیکم به ما صبرتم، خدا به مردم سلام میکنن، سلامون قولا من رب الرحیم. در حال مسئله سلام یه مسئله جدی و مهمیه. تا دو تا سلام داریم، سلام ورود که آدم وقتی وارد حرف میشه و مقاله و سخنرانی و اتاق و منزل و هر جا سلام علیکم. یه سلام خروج هم داریم که وقتی میشیم خارج جمعه میگذاریم میگیم بس سلام علیکم و رحمت و رحمت الله. این آخر سخنرانی ها. بله. خب عرض کنم که امام هادی چند تا مسئله داره که من حالا چون بحثمون چیز دیگه هست ولی شهادت امام هادی رو من با سه تا مطلب بگم. یکی تخریب گنبد و بارگاه این عزیز. چرا خراب کرده؟ همون دستی که قبر حجر ابن عدی را، همون دستی که قبرستان بقیع را خراب کرد و اگر دستش رو میرسید مرقد مطهر پیغمبرم خراب میکرد. من دوست دارم دو سه دقیقه زیادی گوش بده، یعنی مثل یک کلاس درس خیلی علمی. همه اینا که پرسیدن به خصوص برادران اهل سنت، طلبه ها، دبیرا، اساتید دانشگاه، همه تون این دو دقیقه رو گوش بدید. اینها یعنی وهابیا توسل و شرک میدونن این عقیدش و میگن شما که میگید یا حسین یا زهرا یا علی شرک، فقط باید بگید یا الله. هر که غیر از یا الله چیز دیگه بگه شرک. که گفتم دقت کنی، زیادی دقت کنی، اگر دقت کنی یه خود فنیه. دلیل این وهابی ها ای آیه میگن قرآن میگه لا تدعو، یعنی دعا نکن، صدا نزن، مع الله احدا، با خدا صدا کس دیگه نزن، فقط بگو یا الله. قرآن گفته لا تدعو مع الله احدا، با خدا صدا احدی نزن، فقط خدا رو صدا بزن. خب ما میگیم قرآن هم یه آیه نداره، این ور قرآن هم باز کن ها، اینجا قرآن هم میگه فلا تدعو، اونجا میگفت لا تدعو مع الله احد، اینجا میگه لا تدعو مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگر رو نخوان. یعنی همراه خدا خدای دیگر رو نخوان. ما یک تا پرست باش قبوله. او آیه که میگه کسی رو نخوان یعنی کسی رو به عنوان خدایی نخوان. میگه ما میگیم یا حسین، حسین رو خدا میدونیم. پس یه آیه داریم لا تدعو مع الله احدا، جای دیگه میگه لا تدعو مع الله الهن آخر. اون آیه تفسیر میکنه که اون که گفتم احدی رو نخوان یعنی احدی رو به نور خدا نخوان. یه خود ظریف بود که دقت.
دوم ما بریم سراغ این که آیا توسل مال اسلامه؟ نه. قبل از هزارها سال قبل از اسلام هم به اولیاء خدا متوسل می‌شدن. برادران یوسف متوسل شدن به باباشون، گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا در حق ما استغفر، ما غلط کردیم، برادرمون تو چه انداخته. همینطور که اونا میگن یا ابانا، ما میگیم یا ابوالفضل استغفر لنا. اونها وهابیا میگن بابا زنده بود، ابوالفضل شما مرده. ما هم دو جواب میدیم، میگیم اگر شرک بده زنده و مرده نده، کار غلط زنده و مرده نده. بله. یکی. دوم این که شهید زنده. سوم که اگر مرده باشه زشت خدا به مرده سلام کنه، سلام علی نوح، یعنی سلام بر مرده. اگر مرده روح نداشته باشه یه حیات برزخی ندارن. اگر واقعا اونا میگن که وهابی ها میگن وقتی انسان مرد انگار چوبه، انگار سنگه، هیچی یعنی سنگه. پس خدا که گفته سلام علی ابراهیم یعنی سلام علی سنگ. کدوم حکیم، چطور خدای حکیم اجازه میده عقل شما که سلام بگیم آدم که مستنگه و سلام علی ابراهیم یعنی سلام علی حجر؟ اینا گیره. و اما من تو قرآن یه آیه پیدا کردیم دیگه از این لجواستر نداریم. به همین مناسبت هم بحث امروز هم بخوام لجاجت باشه. آیه رو دیشب نشستم نوشتم. بله. سوره اعراف آیه 3, 2, 3 و 4 خیلی دقت کنید، شیرین لطیفه و شیرین. یه عده اومدن به موسی گفتن 1000 تا معجزه بیاری، ما ایمان نمیاریم. دیگه لجبازترین آدم های کره زمین. آیه شو بخونم. و قالو گفتن مهما تعتنا به من آیتن، آیه این نشونه، هر نشونه بیاری، هر نشونه بیاری که لتسحرنا بها، که ما رو سحر و جادو کنی، تو موسی هستی و ساحر و جادوگری، هر نشونه بیاری که ما رو جادو کنی، فما نحن لک بمؤمنین، ما ایمان بیار نیست. دیگه لجباست نادم میگن 1000 تا معجزه ما ایمان نمیاره. قرآن میگه که فرسن علیهم طوفان، حالی که اقدر لجبازید طوفان بر اینها ارسلنا فرستادیم، جراد ملخ فرستادیم، قمل شپش حیوان ریز فرستادیم، زفاده قورباغه فرستادیم، دم آبشون رو خون کردیم، مثلا آب بخورا خون میشد. این همه نکبت ها رو رختیم سری آدم های لجباز. آیه بعد میگه ولما وقع علیهم رز، وقتی رز و نکبت بر اینها واقع شد متوسل شدن. همینطور که ما گیم یا حسین یا ابوالفضل، اونا گفتن یا موسی ادعو لنا، موسی در حق ما دعا کن، تو واسطه شو. یعنی لجبازترینه، خوب گوش بده، لجبازترین مردم کره زمین وقتی گیر کردن به اولیاء خدا متوسل شدن. یا موسی. از همه گذشته ما میگن موسی زنده بوده، میگیم بابا شرک بده چه زنده چه مرده. الان که نخیر، ما قبول نداریم موسی مرده، چون ما متوسل به مقام موسی میشیم، نه پوست و گوش. پوست و گوش میمیره، مقام مولسونه سر جاشه، پوست و گوشتش ممکنه بپوسته. اینجا میگم ما به مقام متوسل میشیم، یا موسی، ای موسی ادعو لنا ربک، دعا کن از پروردگارت به ما عهد اندک، به خاطر عهدی که با خدا داری، نه به خاطر پوست و گوشتت، به خاطر سلولا. ما متوسل به مقام میشیم نه به پوست و گوش. جایگاه او، جایگاه او. بله. اینها قبر امام هادی رو خراب کردن. خب به لطف خدا هم بزرگتر ساخته شد، هم بهتر ساخته شد، هم محکمتر ساخته شد. سیاهی رو زغال موند. 43 تا امام زمان جنگ به امام، 43 تا رادیو، 43 تا رادیو در زمان جنگ به امام جسارت میکرد. امام خمینی رضوان الله تعالی 43 تا رادیو جسارت میکرد و از صدام تجلیل میکرد. بالاخره تاریخ نشون داد صدام رفت و امام موند. او با چه وضعی رفت و امام با چه؟ این قرآن میگه که دو تا آیه داریم، یکی میگه یریدون لیطفئوا نور الله، یا جای دیگه داریم یریدون ان یطفئوا نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش کنن. فرق لیطفئوا و ان یطفئوا چیه؟ یریدون ان یطفئوا، ان یطفئوا به قول ما طلبا تعبیر مصدر میگه میشه اطفا، یعنی دوست دارن همین الان خاموش بشن.
یوریدون لیوت فو، یعنی برنامه‌ریزی می‌کنن که در آینده نور خدا را در دراز مدت اتفاق بیفته. میگه چه بخواید الان نور خدا را خاموش کنید، چه بخواید آینده نور خدا، نور خدا خاموش نمیشه. یوریدون لیوت فو یا آیس یوریدون ان یوتو یا آیه دیگه، چه قصد فعلی داشته باشی چه برای آینده برنامه‌ریزی کنی، نور خدا خاموش نمیشه. مثلا ما یه حساب ریاضی بکنم، باز یه خورده میترسم خسته شد، حالا دیگه ببخشید امروز یه خورده بحثم فنیه، ولی الحمدلله بچه های ما تیزهوشن و مردم ما. ما در غدیر خم هم جمعیت زیر 100,000 گفتن هم روی 100,000، ما برای که حساب سر انگشتی بکنیم تو ذهنمون راحت جمع و تبدیل کنیم، فرض کنیم 100,000 تا. هر زیر 100,000 تا هم گفتن، فوق 100,000 تا هم گفتن. حالا 100,000 تا. خب 100,000 تا. 100,000 نفر در قدر خودم با پیغمبر بودن که فرمود که من هر کس من مولای او هستم، علی ابن ابی طالب بعد از من مولای اون است. تعیین شد علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر. همین که پیغمبر از دنیا رفت، از این 100,000 تا 4-5 نفر طرفدار حضرت علی شدن. 100,000 تا 4 تا شم بشه میشه هر 250,000 نفر یه نفر در خط امیرالمومنین بود. هر 25,000 نفر. هر 25,000 نفر. درست. ببخشید. نه خواهش میکنم. هر 25,000 نفر یه نفر طرفدار. الان چی؟ الان طرفداران اهل بیت 1/3 یا 1/4 اومد. چقدر خط اهل بیت روش کرده؟ با این انفجارها و حجر ابن عدی و سامرا و با این انفجارها خاموش نمیشه. 1400 ساله روز به روز، با اینکه در طول این 1400 سال بوقها و دلارها و آمار و همه چیز دست اهل بیت نبود، اهل بیت 2-3 فصل، یه 4 سال، یه 3 سال، یه 2 سال، کل حکومت اهل بیت و طرفدار اهل بیت شاید به 15 سال نرسه. در طول کل تاریخ حکومت دست یه شیعه نبوده، اما در این حال ما 1/25,000 بودیم، ها شدیم 1/3 یا 1/4. این رشد مکتب اهل بیت. اهل بیت میخوان که خاموش بکنید، زحمت خودتون ندید. اسلام خدا قول داده، این آیه قرآنه، 3 مرتبه هم گفته، گفته لیوزهره و علالدین کله، اسلام کره زمین خواهد گرفت. یا بله ممکنه بگی اسلام کره زمین خواهد گرفت، از کجا مکتب اهل بیت کره زمین رو بگیره؟ قرآن گفته ارسل رسوله بالهدى لیظهره علی الدین کله، 3 بار گفته اونه، بله خداوند پیغمبرش رو فرستاده، مکتب پیغمبر بر همه ادیان غالب خود شده، از کجا مکتب اهل بیت؟ چون قرآن میگه که آیه دیگه میفرماد، میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات که لیبدلنه. قرآن میگه که ما خدا وعده داده که مکتب اسلام را پیروز کند، دین هم لورتزا، او دین را بر دنیا حاکم کند که ارتزا، از اون دین خدا راضیه. با دین خدا از چی راضیه؟ در غدیر خم گفت راضیم، رضیت لکن اسلام دینم، دین ارتزا غالب میشه. دین ارتزا، دین مرتزا، یعنی دین علی بن ابی طالب که گفت رضیت لکن اسلام دینم. این دین مرضی خدا، یعنی اگر تو فرقه ها مکتب اهل بیت بی خود قبر امام هادی رو خراب نکنید. یه بار دیگه سلام بکنید، السلام علیک یا علی ابن محمد الهادی. یادگار امام هادی زیاده، یکیش ادعای زیارت جامعه. به به، چه یادگار خوبی و چقدر موندگار. و زیارت جامعه دیگه آدم سند نمیخواد، بعد از سند نمیخواد، سند نمیخواد، بس این جملات رو محاله کسی غیر امام بتونه این رو بگه، محاله غیر امام بتونه این رو بگه. گاهی وقتا من روهای جوشن و نوارش تو ماشینم دارم، همینطور میخونم و هی با سرم ترتکو میدم. اصلا یک آهنگیه که 1000 تا اسم بره خدا گفته، همه ریتم داره. ببده به طبیب بگید یا حبیب با یا طبیب بو بو بو، همیره تا آخر بعد یه الغاز آغاز قاف بده، یا رفیقو یا شفیقو بو، همش میگفت. یعنی
کسی هزار تا لقب بره خدا بگه همش رو ریت، تمام ادیب‌های عرب و عدم جمشن یک پنجم دعای جوشن کبیر رو نمیتونم بگن. همین دعای یا من ارجوی که بله ماه رجب میخونیم، این دعا ما میخونیم ولی به مهندسیش نگاه نمیکنیم. حالا چون ماه رجبه یه خورده اینو دقت کنید، نمیدونم امروز هی کشیده میشم یه دیگه. یه دعای ماه رجب که دعاشینه یا من ارجوه لکل خیر، این دعایی که بعد از نماز همون دعایی که بعد نماز بله. ما یه اصلی داریم که همیشه انسان باید بین خوف و رجا باشه. خوف و رجا یعنی نه مایوس شو که بگی من دیگه بدبختم خدا من نمبخشه، نه خیلی مغرور شو که بابا خدا از جهنم نداره، همه دلش نمیاد ما رو به جهنم، ما بهشتی هستیم ولو هیچ کارمون درست نباشه من بهش، نه غرور مغرور نه مایوس. اول دعا میگه یا من ارجوه لکل خیر، ارجو رجا یعنی امید دارم، بین خوف و رجا اول دعا رجاست، با رجا آخرش میگه حرم شیبتی علن نار، آخرش هم ناره، یعنی سر دعا رجاست، ته دعا نار. بله میگن دعا بین خوف و رجا باشه، ارجو رجا، آخرش حرم شیبتی علن نار، رجا نار. لطیفه این، هنره این. یه آیه داریم که میگه اگر زن و شوهر را با هم اختلاف دارن، یه داور از فامیل مرد بیاد، یه داور از فامیل زن، اینا رو آشتی بده، به دادگاه بیرون کشیده نشه، کت خدامنشی بشینید تو خودتون حل کنید. اول آیه میگه و انخفتم شقاق، اگر از شقاق، اگر از شکاف میترسید، یالا داوری از فامیل مرد داور. آخرش میگه اگر دو تا داور بی‌طرف باشن، نیتشون خوب باشه، خدا اینا رو آشتی میده. نگاه میکنم چون زن و شوهر قهرن، میخوای آشتشو بده، آیم از کلمات قهری شروع کرده، این خفتم شقاق، خوف و شقاق. آخرش میگه یورید اصلاحا یوفق الله، اصلاح و توفیق. چون زن و شوهر قهرن میخوای آشتشو بده، آیم از کلمات قهری شروع شده به کلمات آشتی، ختم به خیر میشه در موقع. اینا هنره که انسان عرض کنم بازو شما که اینا هنره. بعد یه دستوری داریم که هر کاری دارید لقبی رو که صدا میزنید همون لقب صدا زده، مثلا میخوایی بار بلا کنیم میگیم پهلوان، بی ببینیم چون میخوایی بار بلا کنیم میگیم پهلوان. اگر یه سوال میدیم جناب استاد، اون لقب متناسب آره. باشه. اگر وام میخوایی حاجی آقا، وام میخوایی یا زور میخوایی یا علم میخوایی، استاد، حاجی آقا، پهلوان، تو این دعای رجب ما عطا میخوایم، ولی زه همش یعطی یعطی، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، بعد میگه اعطنی، چون بخوایم بگیم اعطنی جلوش میگه یعطی یعطی. تو که عطا میکنی به اونایی که میشناسن، به اونایی که نمیشناسن، تو اینایی که تو که عطا میکنی، تو که عطا میکنی، هی میگیم عطا عطا عطا، میگیم پس منم عطا کن، اعطنی. یعنی اینا لطیفه های این دعای زیارت جامعه بسیار زیارت مهمیه. یعنی یک سال کسی شعر خواسته باشه بکنه، مطلب هده هست، مطلب علمی ها، نه لفظ بافی. گاهی وقت آدم یه سخنرانی میکنه همش حرفه، مثلا من میتونم راجع به شصت کلی معطل کنم شما رو، شصت، شصت یعنی دو سی، شصت یعنی سه بیست، شصت عدد بعد از 59 و قبل از 61، شصت بر وزن مست، ممکنه تو ببافن، نه لفظی، نه. دعای جوشن کبیر رو اگر خواسته باشی یک سال بحث علمی روش بکنی مایه داره، خیلی ما منبع داریم. عرض کنم با حضور شما که یکی دعای زیارت جامعه مال امام هادیه که روز شهادتشه، زیارت جامعه. یکی هم کار شیرینی که شد عرضه عمل حضرت عبدالعظیم مزنه به امام هادی، یه الان زمان ما هم میشه. یعنی یکی سی من مسلمانیم باید بگیم دین چی چیه، بگونیم چی چی میگی تو، دینش رو عرضه بکنه، دینش رو عرضه کنه. یعنی الان ما داریم که مثلا تو آدمای دونه درشت هم هستن، ممکنه کاندیدای رئیس جمهور هم بکنه خودشون، شورای شهر هم کاندیدا بشه، نویسنده باشه. بعد یه عقایدی داره، میگیم ببینیم این عقیده شما از کدوم آیات فرار میکنه، این عقیده شما با کدوم سطح نهج و بلاغه میسازه، این که میبافی، این عقیده تو مبناش چیه، از کدوم آیه و اصول، با کدوم مبنای کدوم مراجعه،
همتون ممکنه یه آدمی هستن خیرن مدرسه هم میسازن، اما میگه آقا من چند میلیارد مصرف زنبل خمس نمیدم. میگه خب بسم الله، شما مبنای کاری چیه؟ مسلمون که هستی، اسلام اون که واجب کرده خمس و زکاته، بعد از خمس و زکات باید مدرسه بسازی. ولی ازا من تو خیرین گفتم سال دیگه دعوتم نکردن، گفتم به شرطی بیا به خیرین صحبت کن که حرفی از خمس و زکات نزنی. گفتم من این دین رو قبول ندارم، او دینی که به خاطر پول داشته بیام ناز یه پول دار بکشیم، نخیر خمس نمیده پولش هم قبول نکنیم. ما اصل یکیست که جنوبه اول باید غسل جنابت کنه بعد غسل جمعه. میگم من جنابت هستم بدن تو غسل جمعه میکنه، کار به جنابت من نداشته. ببینم اینا چیزاییه که ما مثلا فرض کنید که باید ببینیم که آقایون این عرضه عمل مهمه. حالا الان به قرآن و اهل بیت، به احادیث، روایات، امام هادی یکی از شیرینکاریاش که الان هم زمان ما نیازه، ما یه افرادی هستن خودشونو مطرح میکنن، میگیم آقا این عقیده شما ریشش کجاست؟ در ریشش کجاست؟ به ما گفتن برو تو فلان مسجد نماز جماعت بخون، یا برو آجرا مسجد در یونسکو ثبت بده. نمازمون تو خونه میخونیم، بعد بریم آجرای مسجد فلان شهر رو ثبت میدیم در یونسکو. این مثلا واجب ثبت دادیم، مستحب به ثبت دادیم، عزت ما بینه که یونسکو ما رو قبول داشته باشه. مثلا یونسکو ما رو قبول داشته باشه چه گلی سرمون میزنه؟ این مثلا دلمون به کجا خوشه؟ گاهی وقتا یه تیترا، یه عناوین، یه چیزایی میگیم. امام صادق فرمود اگر یه چیز از من شنیدید بگید مبناش چیه. یه امام دیگه هم یادم هست، اینو از دو تا امام دیدم حدیثشو، که فرمود حتی از ما امامام حرف قبول نکنید، بگید مبنای حرفتون کجاست تا ما بگیم حرف ما از این آیه در اومده. همه حرفامون مبنا داره، مبنا داشته باشه. ما الان بسیاری سلیقه ها داریم، خیال هم میکنن سلیقه مذهبیه. ببخشید آب خوردم. نه ببخشید هم نداره، گناه کنید. رسم هم گن ببخشید، من گن ببخشید. ما خیلی حرفا داریم که صدیقه یه شخص مبنا نداره. مبنای علاقه شما به ایشون چیه؟ مبنای که شما به ای رای دادید چیه؟ فردا ما باید حجت داشته باشه. شما حاضری هر قرص رو دیدی بخوری؟ باید مبنا داشته باشه. بگی یک پزشک متخصص گفت این قرص رو بخور، او تجویز کرده. حتی اگر اشتباه بکنه، ما رو سفیدیم، ما نمیگیم پزشک متخصص معصومه، کما که نمیگیم رهبری یا مراجع معصومن. اسم معصوم 14 تا، اما حرف مرجع و حرف رهبر برای ما حجت شرعیه. مثل دکتر، دکتر ما نمیگیم معصومه، ولی نسخه دکتر برای من حجت. ولذا اگر یه دکتری قرص اشتباهی داد، من خوردم و مردم، خودکشی نکردم، چون حجت داره. حجت دارم. ما باید کاری بکنیم که در همین انتخابات هم که جلوه باید حجت داشته باشیم، که بین خودم و خود حجت. آخه فلانی گفتم من به فلان رمیدم، فلانی برام حجت نیست. رئیس حزب بخوام، رئیس حزب باشه، سیاست مدار باشه، پول داره باشه، هر کی میخواد باشه، حرف هیچ کس برام حجت نیست. به خصوص بعضی آدمایی که هیچ حرفش حجت نیست، چون عادل نیستن. تازه اگر عادلم باشن، باسوادم باشن، رئیس حزبم باشن، حرف اون برای من حجت نیست. ما میخوایم حجت داشتشون بین خودمون و خدا، یعنی در واقع مبنا داشته باشه انتخاب مبنای ما، الهی ما. مثلا فلان عارف گفته، بی خود گفته، به چه دلیل دنبال ای عارف رفتی؟ فلان شاعر گفته، بی خود گفته، استاد دانشگاه بوده، باش ما درس از استاد دانشگاه بگیریم، ولی حرفش غیر از در بحثی که درس میده برای من حجت نیست. خب مبنا رو کجا بگیریم؟ مبنا رو از دادم باید از فقه بگیریم. اینم نه هر فقیه، فقیه هم خدا گیر گذاشته. من فقیه، آدم عادی فقیه نیست، تا 40 سال درس نخونه فقیه نیست، این کارشناسی ارشد و 4 سال 6 سال نیست، 40 سال. تو کل 40 سال باید گناه کسی ازش ندیده باشه، باید ثابت شده که این دنبال هوسش نیست، دنبال هوسش نیست. یعنی 40 سال درس خونده باشه، من با قید و شرط، با قید و شرط که گناه از صادر نشده باشه، هوس هم نداشته، این برای من حجته، رضای او برای من حجته.
و لوف کیا اومده گفته که من اینو قبولش دارم. خب قبولش داره بهش رای بده، حرف تو برای من حجت نیست. حتی اگر مثلا وام به من بده، بگه اگر وامت میدم، قرض الحسن بهت میدم، برای من خونه بسازم، برای من خونه بسازم، حجت نیست برای من. اینا هیچ کدوم برای من حجت نیست. ما باید امام هادی که امروز شهادتشه، شیرین کاریشی بود، شیرین کاری حضرت عبدالعزیز بود، گفت به امام هادی گفت، گفت من میخوام اصول عقاده به شما عرضم، من راجع به معاد عقیدم اینه، راجع به دین، راجع به قرآن، راجع دونه دونه عقادشو گفت. وقت میدونی چیه مداری گرفت؟ مدارش این انت ولی یونا حقا، حضرت عمود حقا تو شیعه ما هسته، ولی ما به حق تو هسته. ولی ما عرض کنم بازو شما که افرادی که ثابت شده که اینا دنبال نفتشو میرن. آخه جالبم اینه که اگر بنام یه وقتی، حالا اگر خدا رو کنار گذاشتیم، اونا پس دنبال نفس بریم، مگه خودم نفس ندارم که دنبال نفس تو بیام؟ مگه بیل به که منم خورده که من حوث خودمو بذارم کنار ببینم حوث تو چیه؟ حرفت که خودت که عادل نیستی، رئیس حزب هستی، یارم دارم شاعری، عارفی، نمیدونم هر که میخوا باشه، حرف شما حجت نیست. نه با ثباتترین آدم ها هستی، نه با تقویترین آدم ها هستی، خود شما ارزش حجتی برای من نداری، ممکن این مقام داشته باشه. ما باید کارامو حجت داشته باشه. حجت هم شخص پیغمبر، شخص امیرالمومنین، اهل بیت در زمان غیبت، فقیه عادل بی هوس، این برای ما حجت. اشتباه نمی‌کنم، شاید اشتباه بکنم، ولی ما حجت داریم. ما حجت داریم. مثل دکتر متخصصی که ممکنه یه قرص رو اشتباه بده، ولی ما برامون حجت اون. بسیار. به هر حال امام هادی سه تا یادگار موند، یکی این سه تا جمله رو گفتیم که خیلی وقتمون هم گرفت، ولی الحمدلله که گرفت طوری نیم. یکی خراب کردن قبرشون. حالا من این راجع به خراب کردن قبرشون هم من چیزی اینجا نوشتم برای تو بگم. اینه، عرض کنم به حضور شما که خوشمزه، گوش بدید. بله بفهمید میشن. وهابی ها به ما میگن شما دور قبر میگردید مشرکید. میگیم خب مشرکیم. میگه بله دور قبر، دور کعبه باید دیگه. میگم سر خودتون دور قبر میگردید. میگن ما چه دور قبر؟ میگم مکه رفتید. حالا من مکه رو تصویر کنم برای شما. این مکه، این کعبه نشون میده؟ بله بله بله. این کعبه مکعب. خب کنار کعبه یه نیم حلالی هم مثل دست من. بله. چنگن هزل اسماعیل. بله. اینجا قبر اسماعیله. این وسط هم بازه بین مکه و دیوارای دو سه متر فاصله. به ما میگن وقتی طواف میکنی حق نداری از این میان باره از این وسطه بری، باید همین توی که دوره کعبه میگردی دور قبرم بگردی. یعنی تو حساب کنیم ای حاجیه، اینا حاجی هم. ای رقمی حق ندارن بیان، باید ای رقمی بیان. ها دیدی از پشت حجره اسماعیل. بله. پس این قبره، میگم همون خدایی که گفته دور کعبه بگرد، گفته دور قبر اولیا منم بگرد. تموم شد رفت. تمام وهابیا اتوماتیک بفهم نفهمی خودشون دور قبر میگردن. بعد میگم کجا نماز بخونیم؟ میگم مقام ابراهیم. میگم مقام ابراهیم چه کاره که نماز بخونیم؟ و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. طواف کردی دو رکعت نماز. میگن مقام ابراهیم سنگیه که حضرت ابراهیم پا روش گذاشته. میگه مگر پا گذاشتن ولی خدا رو سنگ ارزش داره؟ پس پا گذاشتن امیرالمومنین هم ارزش داره، پا گذاشتن امام صادق هم ارزش داره، قدمگاه امام رضا هم ارزش داره. نمیشه که ما یه جا بگیم که اگر ابراهیم پاشو گذاشت ارزشه، اگر اسماعیل پاشو گذاشت ارزش نیست. به اینا هیچی نمیتونن بگن. اینها هیچ. وقت تازه ما یه سال مفرسون شیعه کافر دیگه، ما بریم یه لحظه وهابی شیم خدا نکرده. خب شما که میگید شیعه کافر رو میکشید، رو کره زمین کافر دیگه نیست؟ شما در عمرتون یه یهودی کشتید؟ در عمرتون یه کمونیست کشتید؟ تو اگر دین داری که بناس کافر بکشید، همه کفار ما مسلمان هستیم، یعنی غیر ما دیگه رو کره زمین کافر نیست. آخه اینا هر چی حرف میزنی چون مبنای درست. بله بله. به هر حال بسیار خوب. آخر ممنون، متشکرم از شما جان، خیلی استفاده کردیم، بحث خوبی شد الحمدلله. ان شاء الله برمیگردیم و در بخش دوم گفتگومون هم خدمت اجازه قرائتی عزیز خواهیم بود. امروز صفحه 327 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 58 تا 72 سوره مبارکه انبیا که بخشی از داستان حضرت ابراهیم هست، و ان شاء الله برمیگردیم نکته قرآنیش رو هم خواهیم شنید.
یک بار دیگه امروز رو که سال روز شهادت امام هادی است به همتون تسلیت میگم و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امام هادی علیه السلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا خدمت شما هستیم. یک نکته از این صفحه نورانی حاجی قرائتی برامو بگند و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت شما و خدمت ایشون باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این صفحه که خونده شد یک آیه توش بود، میگه که ورسلوا آلهتکم، گوش به حرف ابراهیم ندید، برید بتای خودتون نگه دارید. ونسلوا آلهتکم یعنی انسان هم کج میره و هم رو کجیش اصرار میکنه. خیلی بده لجبازی، لجاجت که شد انسان خدا رو قبول نداره، در مقابل پیغمبرها لج میکنه، هر چیش میگه لجبازی میکنه. آخه لجبازی اگر در خونه باشه زن و شوهر به هم بریزه، اگر سر کلاس باشه بچه لج میکنه با استاد، ضربه علمی میبینه، اگر تو قرار داده باشه اقتصاد به هم میزنه، سیاست به هم میزنه، لجبازی، خیلی مرض بدیه لجبازی، خیلی مرض بدیه. انسان باید وقتی بگه نه من چون گفتم حتما باید الف، باید الف. تو خونه مثلا مرد بگه که این غذا درست کنه، خانم یه غذای دیگه درست کنه، خب طوری کنار غذای دیگه باشه. یا بریم مثلا فلان جا سفر، میگه نه گفتم بریم فلان، حرف مباد کرسی بشینه. خدا میدونه چقدر خانواده ها به خاطر لجبازی شوهر یا همسر به هم میرزه. من گفتم خونه خواهرت داره، چرا رفتی؟ حال که رفتی پس را به خونت نمیده. مثلا شاید او اصرار بر یک کاری میبرزه و یا یک عقیده یا یک حرفی که به زعم خودش حقه. آخه ببین ما حق نداریم، حق و باطل چیه؟ حق و باطل قرآنه، حق و باطل اهل بیته. ما فقط مراجع گوشتیم در حد تیمم و غسل و وضو، یعنی ما تجارتون از اون، آقا من میخوام این تجارت بکنم، حقه و باطل، میخوام از این بانک پول بگیرم کاسبی کنم، ببینم مراجع اجازه میدن یا نمیدن. من میخوام این رفتارمون رو عرضه بکنیم، همه کارمون رو باید عرضه کنیم. تقلید که مال تیمم نیست، مال نماز وحشت نیست، مال نماز جمعه که نیست که. ما تقلید گشتیم برای نماز روزه، باقی کار رو خودمون تصمیم میگیریم، بعدم روز صدقه خودمون لجبازی میکنیم. مثلا میگیم ایشون رو فرماندارش نکن، میگه حالا که گفته فرماندارش نکن من میخوام استاندارش کنم، لجبازیه. میگیم پاشنکش دست بچه نده، میزنن تو سرش، این بچه حالیش نی، پاشنکش خواهد تو چشمش، پاشنکش میگیریم چاقو بشونه. آدم میفهمه که خیلی کارا لجبازیه. بنده رو ورم میدارن از پستم، او کسی که منو گذاشته لجبازی میکنه میذاره یه پست قوی تر. یعنی بین مجلس و دولت ما دیدیم یه گاهایی بوی لجبازی میاد، حالا اگر خود لجبازی هم نیست، چه آدم احساس کنه که حالا که مثلا چیزی میگن مجلس رأی اعتماد، بله، حالا که مثلا به قرائتی رأی اعتماد ندادن، حالا منو یه پست بالاتر بهشون بدن، لجبازیه. و ما لجاجت تو خونه زندگی به هم میزنه، تو امور سیاسی، تو امور اقتصادی، حالا که همچی که پس من همچی کنم نیشش جادو والله. چی بگم شیطون یه غلطی که عوض که ارخای کنه، گفت حال که اینا بر من ترجیح دادی، فو عزتی که لعقویان نهم اجمعین، همه رو شون گمراه خواهم کن الا عباده که من همون خواست. لجبازی کار شیطونه. حالا گاهی وقتا اون رو خیاله، مثلا خیال بکنه نجاتش بهتره، خلقتنی من نار خلقتن، خیال بکنه چون پول داره عاقل‌تره، خیال میکنه که حالا چون رئیسه همه حرفش درسته. کی گوهه که رئیس حرفش درسته؟ حالا یک کسی از قرائتی خوشش میاد، میگه آقای قرائتی تو اعلم علما هستی، خب بی خود گفتی، تو چه کاری که میگه اعلم من؟
منو باید امتحان بدم حوزه ادمیقم ببین رفوزه میشم یا نه. حالا یه چیزی خوشم میاد تو مردم هستن ها، مثلا افرادی به من هستن میگه آقای قتی ما بحثا تو رو گوش میدیم، افراد دیگه رو حوصله نمیداریم گوش بدیم. میگم آقا حوصله کن آقا، این دیگه سوادشو از من بیشتر رسان. من 2 سال دست خارج موندم، آقا این دیگه گاهی 10 سال دست خارج موندم، اونا باسوادتر اینا. من اگر دین داشته باشم وقتی گفت من تو رو گوش میدم باقیا رو گوش نمیدم، اگر دین داشته باشم باید بگم باقیا باسوادتر منه. اما اینکه من اصرار کنم که نه، حالی که این مورید منه بذار این موریدی رو در ارادهش نگرش دارم. این خلاصش از خدا که رفتیم کنار گرفتار خودمون شدیم میشیم یادمای لجباز، یادمای لجباز. وگرنه مثلا حالا منطقی نبود که مثلا بفهمن امام حسین پسر فاطمه زهراست. 12,000 نفر دعوت کردید، حالا یه خود آب به علی اصغرش نمیدی، یعنی با آدم ایرغمی میشه، خیلی بد عاقبتی. ما هم زمان خودمون دیدیم چه آدمایی که چه حرفایی زدن، چقدر بد عاقبت شدن، چقدر کثیف شدن، چقدر لجباز شدن. هم زمان خودمون دیدیم، هم تو لباس خودمون دیدیم، هم تو کچلواری ها دیدیم، هم تو تاریخ دیدیم. خیلی خطرناک لجبازی. انسان خوبه که همین که حق شنید بگه قبوله. یا آیه داریم خدا به پیغمبر میگه که من امروز به شما پست دادم، اما دیدید از خود تو قوی تره برید کنار. سوره آل عمران آیه 78 چشمو من نمیبینم، میتونید ببینید اگر بتونم. بله آل عمران 78 اگر کاش قبلا نوشته بودم. خیلی آیه مهمیه، زیادی گوش بدید، خیلی مهمه. در مدیریت آوردید؟ بله. چی آیه تو؟ شما برید که بحثت رو نگیرید یه صلوات بفرستید. و این من هم لفریقن؟ نه نه 78 اینم جو. بله نه بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی قشنگه شما در مدیریت، به خصوص اگر فا تلویزیون دکترای مدیریت هست یا رشته های دانشجوهایی که رشته مدیریت بخونن نگوش بدید. این مدیریت اسلام میگه که بسم الله الرحمن و از اخذ الله میثاق النبیین، خدا از همه انبیا قول گرفته، گفته چه؟ گفته لما آتیتکم من کتاب و حکمت، امروز شما پیغمبری کتاب و حکمت بدادم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، ادریس، اسماعیل، همتون امروز شما پیغمبرید، کتاب آسمانی دادم، حکمت دادم. اما اگر ثم جاءکم رسول، بعدن یه پیغمبری پیدا شد که مصدق لما معکم، هماهنگ با شما بود، تعصب نداشته، لا تؤمنون به، بهش ایمان بیارید. البته این کار نشد، یعنی تو نشد که پیغمبر اسلام بیاد نوح بهش ایمان بیاره، چون نه اومدن رفتن دیگه. بله. اما باید این ظرفیت باشه که بنده آقای قرائتی هستم تو تلویزیون صحبت میکنم، اگر یه شیخی یه کچرباری پیدا شد که از من بهتر حرف میزنه فوری پاشم بگم تو بشین. من امام جمعه هستم، اگر دیدم کسی دیگه امام جمعه بشه، چند نفر به نماز جمعه اضافه میشه، خودم برم کنار، خودم برم کنار، تعصب نداشتم رو شغلم. یه کسی اومد گفت ماه و 2 تا که من ایمان بیارم، یه ماه 2 تا شد برای که یه نفر ایمان بیاره. خب وقتی ماه 2 تا میشه که یه نفر ایمان بیاره، شما خودت رو بشکن که یه نفر اضافه بشه تو مسجد. یا با دیگه بخونم، و از اخذ الله میثاق النبیین، خدا از انبیا قول گرفته، گفته چی؟ گفته لما آتیتکم من کتابم و حکمت، کتاب آسمانی و حکمت به شما دادیم، اما اگر ثم جاءکم رسول، بعدها اگر پیغمبری پیدا شد، لتؤمنون، باید بهش ایمان بیارید، ولتنصرنه، باید نصرتش کنید. اقررتم، قول میدید؟ گفتن بله، قالو اقررنا، چش قول میدید. قال فشهدوا، شاهد بشید، و انا معکم من الشاهدین. این میگن چهار میخه، اینجا چهار میخه. یا با دیگه میخواشو بگم، میثاق گرفتین، قول گرفتین، یکی بعد میگه لتؤمنون، حتما ایمان بیارید، حتما کمکش کنید. یک اصل مدیریتی قرآنی. حالا مثلا کاندیدای رئیس جمهوری یکی رأی آورد، اگر یکی آورد همه میگن کمکش کنه، اگر خدا همه تو کمکش کنه. مگر دوست دارم نماز جماعتم، آمدم مسجد دیدم یکی دیگه وایسیده مردم شکایت کردن، خب من دیر اومدم یکی دیگه رفته جلو، خب منو اختیار کنم الله واسه خیلی بهمون بر نخوره، بهشون بر نخوره. بسیار. این الان وقت همینه که تمام مسئولین هر پستی دارن باید آمادگی داشته باشن که به راحتی پست کنا برن، عقده‌ای و کینه‌ای هم
نباشه. خیلی ممنون، متشکرم جناب. خیلی فرصت نداریم در این دقایق پایانی از لجاجت در محیط خانواده گفتید، راه درمانش هم بگید لطفاً که دوستان عزیزمون بتونن استفاده بکنن و ان شاء الله راهگشا باشه. والا ببینید راه درمان بازم این لجاجت آخر چی میشه؟ حالا جیرم حرف دو کرسی نشوندی و تو خونه لجبازی کردی با همسرت، حالا زن به شوهر هم لجبازی کرد، شوهر به زن لجبازی کرد، این خلاصه این لجبازی چیه؟ جز اعصاب کشی، خودتو مریض میکنی، چینه ها عمیق میشه، این لجاجت ها به نسل آینده منتقل میشه، به فامیلا کشیده میشه. خروجیش چی چیه؟ دنیا... به کجا مخواهیم برسیم؟ مثلا دنیا که چی؟ دنیا که چی؟ لجاجت نکنی و دنبال حق باشیم. من گاهی وقتا میگم که تو خونه اگر اختلاف شد، مثلا زن یه چیزی میگه من دیگه میگه اینا به توافق نمیرسن، همه هم میخوان حرف شکن، میگم ببینید بیاید قرعه بکشیم، شما میگی بریم مثلا مشهد، اون میگه بریم شیراز، هر شما هم چونه میزنید هیچ کدوم پایین نمیان حرف شکن، میگه قرعه بکشیم دیگه، هر قرعه بکشیم میگه ها مشهد ما بریم مشهد، شیراز ما بریم شیراز، یعنی جر و بحث نکنید، چون جر و بحث کدورت میاره، کینه میاره، بچه ها بی تربیت اون صفایی که باید تو محیط خانواده باشن از بین میبره، یا کوتا بیان یا اگر خیلی مثلا نمیتونید کوتا بیایید این ظرفیت نیست. بله امیدوارم که خداوند، نمیدونم بحث حرفایی که ما میزنیم ثواب داره یا نه، نمیدونم، اگر ثوابی بحث امروز ما داره هدیه روح امام هادی، خدا حفظتون بکنه. السلام علیکم. سلامت باشید. خیلی ممنونم حجای قرارتی، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه من بودید و همراه برنامه سمت خدا. یک بار دیگه سال روز شهادت امام هادی رو به محضر همتون تسلیت میگم. انشاءالله فردا به حضور حجای هیدری کاشانی خدمتون میرسیم. حجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله. من مستجاب الدعوه نیستم، من آدم عادی ام، من تا چون شب افراد هیپاتری بدون آمین میگن، آمینم عربیه، فارسیش یعنی خدا این دعا رو بپذیر، مستجاب کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای کشور ما، رهبرش و مسئولینش و جووناش و نسلش و ناموسش و مردش و انقلابش و آبروش و متخصصینش و آبروی که ما دادیم، این نظام جمهوری اسلامی را روز به روز بر عزت و قدرت و بصیرت و مسئولیت و رشد بیفزا. الهی آمین. اونایی که بدخواه ما هستن منتظرن که ما یه جای شکست بخوریم به ما بخندن، ما رو دشمن شاد نکن. الهی قلب امام زمان رو از ما راضی بفرما. اللهم صل علی محمد. خیلی ممنون، متشکرم. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام هادی خواهد بود. ان شاء الله همه با هم هم نوا میشیم و تا فردا همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند پشت و پناهتون. متشکرم. مجدد